درود، توی این ویدیو میخوام بهت اخبارهای جدید سیفمو رو بگم که قراره تا آخر تابستون چه کارهایی رو انجام بده و هدفش کلن برای 3 ماه تابستون چیه. پس به توصیه میکنم که تا آخرش حتما این ویدیو رو ببین، چون کلی نکات مهم توش یاد میگیری و کلن نظرت در مورد سیفمو عوض میشه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. با سلام خدمت همه دوستان عزیز، به یکی دیگه از ویدیوهای جدید من خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام در مورد توکن سیفمو صحبت کنم که امروز سر و صدای زیادی رو تو توییتر شاهدش بودیم. اول از همه مثل همه ویدیوها بریم سراغ قیمتش که همونجور که میبینید 5-0-368 و رنکینگش الان 52 هست و مارکت کپی حدوداً 2,197,000,000 که همونجور که میبینید یک افت قیمتی تقریبا 7% رو شاهدش بودیم. شاید الان بیایید بپرسید که چرا با توجه به خبرهای فاندمنتال خوبی که از سیفمون رو شاهدش هستیم که چرا قیمتش افت کرده. خب شما باید قیمتی بیت کوین رو با توجه به سایر ارزها مقایسه کنید. مثلا امروز 6% قیمتش اومده پایین. اگه قیمت بیت کوین هم ببینیم تقریبا 5.2% اومده پایین. وقتی که قیمت بیت کوین بیاد پایین، کل رمز ارزها اونو دنبال میکنه. ببینین 5% ریخته، ببینین کلشون هم افت کردن. پس باید بدونیم که کل بازار با توجه به قیمت بیت کوین حرکت میکنه که الان قیمت بیت کوین هم چیزی حدود 34,000 دلار هست تقریبا. پس دلایلی که سیفمون و توکن های دیگه دارن افت قیمتیشون رو میبینیم، دلیلش اینه که قیمت بیت کوین داره میاد پایین. وقتی که قیمت بیت کوین مثل گذشته قیمت 60,000 و یا بالاترش رو ببینیم، مطمئن باشین این توکن ها و یا همچین سیفمون قیمت های چند صد درصدی رو ازشون میبینیم. خب پس میخوام بهتون بگم که وقتی که بیت کوین به قیمت قبلی و یا اوج خودش رو بزنه، این هم رشدهای زیادی رو میکنه. پس الان بهترین موقع است برای ما که میخوایم سرمایه گذاری و هودلو رو انجام بدیم، چون که قیمتش خیلی از الان ارزونه و میتونیم توی ریزش ها پی به سبدمون اضافه کنیم. من خودم استراتژیم اینه که امروز هم یک مقداری خریدم چون قیمتش واقعا الان خوبه و دیگه هم بیاد پایین تر دیگه هم میخرم، چون با رشد بیت کوین اینا هم رشدای چند صد درصدی و چند هزار درصدی رو میکنن. پس الان خبرهای فاندامنتال دارن جمع میشن و با توجه به بیت کوین اونا هم رشد میکنن. پس الان یک فرصت خرید خوبی است که بهتون پیشنهاد میکنم تو هر ریزشی 1-2% از سرمایه‌تون رو بخرید. خب میریم سر اصل مطلب. اول از همه توی وبسایت سیفمون هستیم. میخواستم بگم که برنامه‌ریزی 3 ماهه سوم سال برای سیفمون اینه که گفته ما از ماه، یعنی تو کل تابستون، از ماه 6 تا ماه 9 که همون سپتامبر میشه، کلن برنامه ریزیمون اینه که توی صرافی هایی مثل کوین بیس، بایننس و کراکن لیستش رو کنیم. پس کلن میخوام بهتون بگم که توی این 3 ماهه تمرکزشون اینه که توی این صرافی های بزرگ لیست بشه و همچنین ماندالا. پس کلن تمرکزشون برای این 3 ماه اینه که توی صرافی بایننس، ماندالا، کوین بیس و کراکن لیست بشن. پس شما باید به عنوان یک هولدر بدونید که قراره توی این 3 ماه چه اتفاقایی بیفته. و همینجور هم که میبینید 3 ماهه دوم سال داشتم میخوندم که کامل به این چیزایی رو که هدفشون بود کامل عمل کردن. پس امیدواریم هم که تا آخر تابستون توی این صرافی ها لیست بشن. خبر خوب بعدی اینه که صرافی بایننس توی توییتی اومده به صورت غیر مستقیم گفته که چه کارهایی رو باید انجام بدین که یک کوین یا یک توکن توی صرافی بایننس لیست بشه. و من توی وبسایتش هم رفتم و آقای سیزه توضیح داده که چه نکاتی رو باید توجه کنید و چه چیزهایی رو به صرافی بایننس ایمیل کنید که سریعتر توکن یا همون کوینتون به بخش صرافی بایننس اضافه بشه. پس
این هم یک خبری میتونه باشه که صرافی سیفمون به زودی لیست میشه. و توی توییت دیگه هم گفتن که توکن محبوب شما که بر روی بایننس سمارت چین هست چیه؟ یعنی داره از مردم سوال میکنه که توکن و یا کوین بعدی که قرار شما انتخاب کنید توی بایننس لیست بشه چیه. پس همونجور گفتم توی وبسایت دیدیم که سیف مون توی هدفهاش برای این سه ماه اینه که توی صرافی بایننس لیست بشه. بعد صرافی بایننس هم به صورت غیر مستقیم داره میاد میگه اگه میخواین لیست بشین باید این کارها رو انجام بدین. یادم همین اتفاق هم برای شیبا افتاد که من یادم به دوستان هم میگفتم ارز شیبا هم توی صرافی بایننس لیست خواهد شد، چون از صرافی بایننس تو توییترش یه چیزایی به صورت غیر مستقیم میدیدم که به توکن شیبا یه علامتهایی رو میداد. الان هم داره برای سیفمون یه علامتهایی رو میده که این خبر خیلی خبر خوبی هستش. و مطمئن باشین با برگشتن روند بیت کوین دیگه شما این قیمت های این توکن ها رو تو خواب و خیال میبینید. شما میتونید اینا رو تو کمترین قیمت ممکن بخرید و همونجور هم که گفتم بیت کوین رشد خودش رو بکنه اینا دیگه پرواز میکنن. خب خبر بعدی هم در مورد توییتر سیفمون هست که گفتش که توی صرافی کیککس لیست شده. و همینجور که میبینید بهتون گفتم، بهتون اول ویدیو هم گفتم کلن برنامه سه ماهه سوم که از ماه جون تا سپتامبر شروع میشه کلن هدفش اینه که بیا تو صرافی ها لیست بشه. خبر بعدی هم که توییتر آقای مدیر عامل سیفمون آقای جان کارونی گفته که همیشه ما رو به جلو حرکت میکنیم، هیچ وقت بر نمیگردیم، که این میخواد بگه یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم و هیچ وقت پشت سر خودمون رو هم نگاه نمیکنیم. بعد گفته سیفمون یک انقلاب تازه ای است و توی توییت کوین مارکت کپ اومده که 10 تا از پربازدیدترین و معروفترین توکن ها توی آمریکا. همونجور که میبینید آمریکا و چین بزرگترین مارکت کپ بازارهای ارز دیجیتال رو به خودشون اختصاص دادن. پس آمریکا هم توی این بازار سهم زیادی رو داره. همونجور که میبینید سیفمون هم جز این 10 توکن برتر هست که بین آمریکایی‌ها محبوب است. و توی یک توییت دیگه هم 10 تا از بهترین توکن ها توی آسیا رو گفته که بیشتر از اون توی کشور چین هست. من براتون کشور چین و آمریکا رو آوردم چون این دو کشور بیشترین سهم بازار رو دارن. پس توی آسیا هم سیفمون رتبه 4 هست از نظر پربازدیدترین و محبوب ترین توکن ها، که این هم فاندامنتال خوبیه، مردم برای اون رو خرید میکنن. پس این هم رتبه 4 رو به خودش اختصاص داره توی آسیا. بعد هم توی سایت کوینگکو که یکی از بزرگترین وبسایت ها است توی زمینه ارزهای دیجیتال، توی سرچ ها هم توی آمریکا سیفمون رتبه 5 رو به خودش دیده که خیلی این رتبه خوبیه. همونجور که میبینید از کاردانو و سولانا و دوچ کوین هم بالاتره که اینا ارزهای واقعا خوبی هستن. پس میزان محبوبیت سیفمون از اینا هم توی آمریکا بیشتره. و 10 رمز ارز برتر توی کانادا هم براتون آوردمش که ببینین که سیفمون هم باز هم توی کانادا توی آمریکای شمالی رتبه 3 رو به خودش دیده و از رمز ارزهایی مثل اتریوم، پولیگان، کاردانو، چیلیز، دات و ریپل هم بالاتر است، که این هم یک خبر فاندامنتال خوبی هست. و مطمئن باشین، بازم تأکید میکنم با برگشتن بازار بیت کوین کل این توکن ها رشد های چند صد و چند هزار درصدی رو شاهدشون هستیم. اینو همینجور شانسی نمیگم، تو این 2-3 سالی که توی بازار هستم صدها بار این اتفاق افتاده که قیمت بیت کوین 50-60-70% ریزش کرده و کل مردم ترسیدن این حرفا. ولی ما چون حرفه ای تر هست نسبت به بقیه احساسات خودمون رو باید کنترل کنیم. مطمئن باشین اون روزا هم برمیگرده. بیت کوین تا حالا بارها و بارها ریخته و وقتی بازار گاوی بیت کوین شروع بشه، بیت کوین 100 هزاری که هیچ، بیت کوین 200 هزاری رو میبینیم، مارکت کپ 5 تریلیون دلاری هم میبینیم، سیفمون 1 سنتی رو هم میبینیم. همش و همش باید صبر و کنترل احساسات خودمون رو داشته باشیم. پس مطمئن باشین این روزا هم برمیگرده، چون من توی 2-3 سال زیاد این چیزها رو لمسشون کردم. پس اصلا نگران نباشین و توی این ریزش ها بهترین فرصته که بخرین.
اخبار آخرم اینم بگم که 10 تا از بهترین رمز ارزها که توی توییتر توییت شدن توی هفته پیش، همونجور که میبینید واقعا سیفمون یک شاهکاری رو توی توییتر هم به وجود آورده. واقعا چیزی حدود نیم میلیون توییت چیز کمی نیست. با این کارهایی که سیفمون داره انجام میده مطمئن باشین تا چند ماه دیگه وقتی بازار بیت کوین رو به افزایش شد، این قیمت سیفمون دیگه برای شما خواب و خیال میشه. و اینم بگم که اینقدر ما و شماها خوش شانس هستیم که توی این موقعیت میتونیم خرید کنیم. مطمئن باشین یه سال، دو سال، 6 ماه، 7 ماه دیگه بعضی از دوستان میان چارت قیمتی سیفمون رو میبینن و میگن کاش ما بودیم 6 ماه قبل میخریدیم که الان امروز ما هستیم. الان میخوام بهتون بگم قدر این فرصت ها رو بدونین، خریدهای خودتون رو با مدیریت سرمایه و ریسک انجام بدین. توی ویدیوی قبلی هم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه گذاری توضیح دادم، پس اگه اون ویدیو رو ببینین اینجا هم میتونین بهترین تصمیم رو بگیرین. پس سیفمون هم توی هفته گذشته توی توییتر رتبه سوم رو به خودش دیده و بالاتر از دوچ کوین، اتریوم، شیبا و همچنین کاردانو هست که این هم یک فاندامنتال خوبیه و مطمئنن الان این فاندامنتال ها دارن فنر جمع میکنن و اگه بترکن دیگه هیچ چیزی جلودار این قیمت سیفمون نمیشه. خب دوستان، این بود از خبرهای مهم سیفمون. امیدوارم که بهترین تصمیم رو بگیرین. قبل از تموم کردن ویدیو هم تشکر کنم ازتون و خوشحال میشم که دکمه لایک، سابسکرایب و همچنین زنگوله رو بزنین و اگه سوال یا انتقادی چیزی هم بود خوشحال میشم بگین بهم. و از اونایی هم که انتقاد و یا کامنتی چیزی گذاشتن واقعا تشکر میکنم. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.